با به قدرت رسیدن ملاها در ایران تهمانده حقوق شهروندی نیز از جامعه رخت بربست. سر تا سر کشور به مسجد بزرگی بدل شد و برای ملت وظیفه جز عبادت تعیین نگردید. در زیر این پوشش روحانی اما فساد و ارتشا مشروعیت مذهبی یافته و جامعه به سراشیب ابتذال سوق داده شده است. امنیت فردی به ویژه برای نویسندگان و روشنفکران بیش از پیش به مخاطره افتاده و هر صدای مخالفی با خشونت خاموش می شود. سیدی سیرجانی در روز 23 اسفند 1372 به اتهام داشتن مواد مخدر و مشروب الکلی و ویدیوی مستهجن در تهران توقیف گردید. اما درست چند روز بعد مسئله نوع اتهامات عوض میشه و تو روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد که مدیر کل امنیت داخلی وزارت اطلاعات در مصاحبه‌ای در تهران بی ذکر اتهامات قبلی، اونا رو دیگه نگفته، سعیدی سیرجانی رو به 5 اتهام سیاسی و اخلاقی متهم ساخت. اول دریافت مبلغ هنگفتی از عوامل ضد انقلاب در اروپا و آمریکا. عضویت در یک شبکه قاچاق مواد مخدر. لواط. تهیه مشروبات الکلی در خانه خود و فروش و مصرف آن. همکاری با افسرانی که در دوره شاه عضو ساواک بودند. باز چند روز بعد دستگاه امنیتی بر اتهامات او افزود که گفتن او در کودتای ناموفق نوژه شرکت داشته. اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تأیید کردی تو مسلمونی، معتقدی، متدینی، اگر یک کلمه باب ملشو نبود گفتی یا کافری یا مرتدی یا عامل صهیونیسمی یا عامل سیاه هستی یا عامل اینترجنس، که بنده الحمدلله هر پنجتاش هستم یادتون باشه. در این سو و آن سوی جهان فرزانگانی هستند که چهره دیگری از این جاسوس پنج جانبه میشناسند. من مرحوم سعیدی رو اولین بار در ایران دیدم، ولی آشناییم در ایران زیاد نبود با او. در یکی دو باری که او رو دیدم، البته به بعضی از خصوصیات او پی بردم. بسیار مرد شیرین زبانی بود، خیلی نفس گرمی داشت، قصه گوی خوبی بود و انسان از صحبتش سیر نمی شد. ولی شناسایی واقعی من با سعیدی در آمریکا شروع شد به مناسبت همکاری او با دانشنامه ایرانیکا که من سرپرستش بودم و هستم. در طول همکاری با او بنده متوجه شدم که سعیدی صاحب یک خصوصیاتی است که این خصوصیات در کمتر کسی جمع میشه. اولا اطلاع بسیار عمیقی که از ادبیات فارسی و تاریخ ایران داشت، ولی اطلاع او از اینجور مسائلی اطلاع ساده نبود، توأم با یک تیزبینی ها و با بصیرتی بود که انسان کمتر میبینه. بسیار آدم نکته سنجی بود. دومی که بسیار آدم خوشقلمی بود. در حقیقت بنده او رو یکی از دو سه نفری میدونم که در این دوران اخیر میشه اونها رو صاحب سبک شمرد. نوشته های سعیدی نشون میده که دقیقاً
هم با فرهنگ ایران بسیار آشنا بوده، با نوشته ها و آثار شعرهای مختلف، و هم با قرآن. یعنی در نوشته هاش شما دقیقا جا به جا اینها رو میبینید که بهش استناد میکنه. اگه از بنده بپرسید که مهمترین صفتی که داشت چی بود، اون چیزی که فوراً به نظر من میاد جوانمردیش بود. جوانمردی یعنی بخشندگی، یعنی بزرگواری، یعنی دریادلی. سعیدی مردی بیباکی بود، اون چی که به نظرش درست می آمد اینها رو می گفت و با چه شوری می گفت، چه در زمان رژیم گذشته و چه در زمان انقلاب. اون چی که به نظرش درست می آمد اینها رو با کمال جوانمردی، با کمال شجاعت و بدون ترس از عواقبش می گفت، ولی اینکه به خوبی می دونست که بعضی از اون چی که میگه مورد پسند دیگران نیست، مورد پسند صاحبان امور نیست. من روزی که داشتن علیه من توی خیابونا تظاهرات میکردن، پرچم برداشته بودن، بنده شدن چی بود، سلمان رشدی ثانی، در خونه من باز گذاشتم، تو حیات خونم خوابیدم، تابستون بود، گفتم هر که میخواد بیاد من بکشه بیاد بکشه، بگذار این قطره خون در راه ایران ریخته بشه تا ببینیم آینده چی میشه. این قطره خون اما به این راحتی ریخته نشد. جلادان زیر فشار و شکنجه او را وادار به شنیدن اعترافات کردند تا به گمان خود شخصیت والایش را در ذهن مردم خدشه‌دار کنند. سعیدی اما پادزهر این شرنگ را در جوهر قلمش داشت. او در آخرین توهین نامه سرگشاده‌اش به رهبر خامنه‌ای این جوهر را بی پروا به کار برده بود. در این نامه نکته‌ای رو میگه که واقعا در این سالهای اخیر شعار زندگیش بود. می نویسد که آدمیزاده ام، آزاده ام، و دلیلش تقدیم همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند. با تقدیم احترام، سعیدی سیرجانی. در نتیجه سعیدی به این صورت عرض کنم که توقیف شد و تا اونجا که بنده میدانم تا روزی که خبر مرگش منتشر شد شاید هیچ کسی او رو ندید، چون من با خانواده اونا مربوط هستم، قبلا حالا تماس داشتیم، هیچگاه افراد خانوادهش نتوانستن او رو ببینن.